برنامه ارتباط مستقیم از این لحظه در خدمتتون هستیم و همراه با شما بحث و گفتگو این هفته رو پیش میبریم. منم به شما سلام میکنم و آرزوی موفقیت بیش از پیش برای تک تک شما دارم. هفته گذشته فراخوان کمیته برگزاری گردهمایی بزرگ سالانه مقاومت در ششم تیر ماه 27 ژوئن در ویلپند پاریس منتشر شد و در برنامه گذشته ارتباط مستقیم بحث و گفتگوی این برنامه رو به بررسی وضعیت و موقعیت رژیم و مقاومت در شرایط کنونی و در آستانه برگزاری این گردهمایی اختصاص دادیم. خب اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به تحولات در هفته‌ای که گذشت. در این فاصله ما شاهد مذاکرات هسته‌ای رژیم با کشورهای 5+1 بودیم. البته این مذاکرات به جایی نرسید و گزارشاتی که تا کنون منتشر شده از سرخوردگی طرف غربی و پیش نرفتن این مذاکرات حکایت میکنه. سوالی که میخواییم با شما در میون بذاریم اینه که بالاخره چی میشه؟ رژیم تا کجا پیش میره؟ آیا ولی فقیه نهایتاً پای توافق نهایی میاد؟ آیا کشورهای غربی همطور که میگن مانع دستیابی رژیم به بمب اتمی خواهند شد یا در مقابل معامله با رژیم عقب خواهند نشست؟ این موضوع چه تأثیری میذاره روی موقعیت رژیم و مذاکرات بعدی و همچنین رویکرد کشورهای غربی با برنامه اتمی رژیم؟ آیا به نظر شما اونطور که خبرگزاری فرانسه نوشته جرقه یک درگیری در خاورمیانه را خواهد زد؟ به نظر شما چرا عراق چه نماینده رژیم گفته که اگه تا ژوئیه مذاکرات به نتیجه نرسه تحولاتی در آمریکا و اروپا خواهد بود که کار رو خیلی سخت خواهد کرد؟ و اما موضوع دیگه ای که این هفته ما شاهدش بودیم این بود که روز پنجشنبه گذشته در پایان یک هفته بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران توسط پارلمان کانادا جلسه استماع در زیر کمیته حقوق بشر بین المللی پارلمان کانادا و سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در این استماع و همچنین پاسخگویی به سوالات خبرنگاران رو داشتیم. البته میدونیم قبل از اینکه این استماع برگزار بشه پیشاپیش دیکتاتوری آخوندی واکنش‌های هیستریک خودش از مطرح شدن موضوع حقوق بشر در پارلمان کانادا رو به نمایش گذاشت و همین امروز هم شاهد بودیم که روزنامه ارگان سپاه پاسداران چطور کابوس وحشت ولی فقیه ارتجا و ترس و سراسیمگی پاسداران نظام به دنبال سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت و هفته حسابرسی از رژیم در پارلمان کانادا رو به نمایش گذاشت. ارگان سپاه نوشت که حقوق بشر یکی از جبهه های تقابلی است که چند ماه در صدر اخبار بین المللی علیه نظامه و برگزاری این نشست در پارلمان کانادا یکی از همین فعالیت هاست. بله، همچنان که اشاره کردیم این موضوعات رو با حضور میهمانانی در برنامه این هفته ارتباط مستقیم و با شرکت همه شما به بحث و گفتگو خواهیم گذاشت. اما در شرایطی داریم این ارتباط مستقیم رو برگزار میکنیم که 5 هفته به برگزاری گردهمایی ایرانیان در ویلپند پاریس باقی مونده. میدونیم که بسیاری از شما در این کارزار ملی و میهنه دست‌اندرکار هستید و خیلی خوشحال میشیم که از فعالیتاتون و از دستاورداتون بشنویم. خب شما میتونید با تماس با این برنامه از طریق تلفن یا ارسال ایمیل یا از طریق فیسبوک و توییتر یا با ارسال اسمس در این بحث و گفتگو شرکت بکنید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید و نکاتتون رو پیرامون موضوعات مطرح در این برنامه با ما در میون بگذارید. بله. برای آزادی هزار اشرف می‌سازیم، کهکشان هزار اشرف. پیام نبرد 100 برابر اشرفی ها خروج اشرف نشان ها در سراسر جهان، صدای ایرانیان آزاده در سراسر میهن اسیر، گردهمایی بزرگ مقاومت ایران، زمان 6 تیر 27 ژوئن، مکان پاریس ویلپند. خب دوستان عزیز، همچنان که
خدمتتون گفتم روز پنجشنبه 15 می 2014 25 اردیبهشت 93 در اجلاس رسمی زیر کمیته حقوق بشر بین المللی پارلمان فدرال کانادا، خانم مریم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقاومت از طریق ویدیو کنفرانس مستقیما برای اعضای این کمیته سخنرانی کرد. در این اجلاس نمایندگان پارلمان کانادا و اعضای کمیته حقوق بشر به طرح سوالات خودشون در زمینه موضوع حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی پرداختند که خانم مریم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقاومت مستقیما به سوالات این نمایندگان پاسخ گفتند. اما آقای فرزین هاشمی از اعضای کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران از این لحظه با ما همراه هستند و گفتگویی درباره این موضوع با ایشون داریم. آقای هاشمی سلام میکنم خدمتتون، خیلی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم، سلام میکنم به همه بینندگان تیمای آزادی و خیلی خوشحالم که این فرصت دارم که در مورد این موضوع بتونیم چند دقیقه صحبت کنیم. بله، همچنان که مطرح کردم آقای هاشمی، پارلمان کانادا خود به یک هفته حسابرسی از رژیم آخوندی پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کرد. می‌خواستم قبل از هر چیز برای بینندگانمون توضیح بدید که این هفته‌ای که برگزار شد چی بود و اینکه چه اهدافی رو دنبال می‌کرد. خدمت شما عرض کنم که هفته پاسخگویی یا حسابرسی از رژیم آخوندی از چند سال پیش به ابتکار تعدادی از نماینده‌های پارلمان کانادا شروع شد و هدفش افشای بخشی از جنایات رژیم آخوندی بود. به طور مشخص متمرکز هستند توی این فعالیت هایی که در این هفته برگزار میشه و از چند سال پیش شروع شد روی وضعیت زندانیان سیاسی، شکنجه و سرکوبی که به طور گسترده در ایران جریان داره. فعالیت هاشون طیف گسترده یا شامل میشه، از برگزاری جلسات گرفته تا سخنرانی در صحن پارلمان و یا نوشتن مقالاتی حول مسئله حقوق بشر و به طور در واقع استمرار نقض حقوق بشر توی ایران. امسال هم این ابتکار همین هفته پاسخگویی برگزار شد. چندین جلسه توسط کمیته فری حقوق بشر پارلمان کانادا برگزار شد که حول موضوعات مختلف توی اون صحبت شد و همینطور جلسات دیگه هم بود و یا برنامه هایی که همه متمرکز بود روی وضعیت وخیم حقوق بشر توی ایران. آقای هاشمی، من سوالی که داشتم در مورد آخرین روز این هفته بود که در واقع اختصاص داشت به استماع رئیس جمهور برگزیده مقاومت در زیر کمیته حقوق بشر بین‌المللی پارلمان کانادا. روند برگزاری این استماع به چه صورت بود و به نظرتون چه دستاوردی داشت؟ همونطور که اشاره کردم، کمیته حقوق بشر بین‌المللی پارلمان کانادا چند جلسه استماع برگزار کرد توی این هفته، من جمله از گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران دعوت به عمل آورده بود که در یک جلسه دیگه مورد استماع قرار گرفت. جلسه آخر که روز پنجشنبه بود اختصاص داشت به شهادت رئیس جمهور برگزیده مقاومت که موضوع اون وضعیت حقوق بشر در ایران و در این حال وضعیت مجاهدین مستقر در کمپ لیبرتی در عراق بود. این مسئله از دفاع بابت هم خیلی مهم بود که بدین وسیله پارلمان کانادا و کمیته زیر کمیته حقوق بشر ارتباط مستقیمی که بین نقض حقوق بشر در داخل ایران و جنایاتی که آخوندها از طریق عوامل و مزدورای دست نشوندهشون تو عراق علیه مجاهدین در اشرف و یا الان در لیبرتی دارن مرتکب میشن به خوبی نشون میداد. خانم رجبی هم تو صحبتاشون دقیقا روی همین نکته انگوش گذاشتن که حملاتی که به لیبرتی و به مجاهدین در عراق میشه اون روی سکته نقض گسترده حقوق بشر تو ایران و در واقع ترس و وحشت رژیم از مقاومت ایرانه که بدین وسیله تلاش میکنه اونا از بین ببره. این در واقع در همین جلسه خانم رجبی به طور مبسوط راجع به مسائل مختلفی که پیرامون
مجاهدین در لیبرتی هست صحبت کردن و همچنین وضعیت وخیم شونده حقوق بشر در دوران آخوند خاتمی برخلاف تمام قول و وعده هایی که داده بود به اینکه یک بار دیگر نشون داده شد که از درون رژیم آخوندی چیزی نمیتونه به نام اعتدال بیرون بیاد. بله، شما اشاره کردین تو صحبتتون به ترس و وحشت رژیم از فعالیت مقاومت. ما برای همین جلسه شاهدش بودیم، چه قبل از برگزاری این در واقع جلسه استماع و چه بعد از اون، همچنان که آقای رفیع هم در ابتدای برنامه اشاره کردن این واکنش ها ادامه داشت. ولی به هر حال این واکنش های رژیم به نوعی طرح فعالیت مقاومت هم در داخل کشور هست. چطور هست که رژیم علارغم این به اصطلاح تأثیراتی که ممکنه داشته باشه باز هم چنین اقداماتی رو میکنه؟ همونطور که اشاره کردید از قبل برنامه هم رژیم تلاشاشو شروع کرد که هدفش این بود که جلوی برگزاری این برنامه رو بگیره و حتی برخی از لابی های رژیم توی خارج در پوش خبرنگار با برخی از نمایندگان پارلمان کانادا تماس گرفته بودند و عملا به نوعی میخواستن با شانتاج و دروغ پراکنی جلوی این برنامه رو بگیرن. ولی بعد که موفق نشدن، همونطور که دیدیم جلسه استماع برگزار شد. ولی تو پاسخ مشخص به سوال شما، من فکر میکنم که میتونم به دو دلیل اشاره بکنم که چرا رژیم توی این شرایط علارغم نکته‌ای که شما گفتید که خب تمایلی نداره صحبت از مجاهدین، صحبت از مقاومت در داخل ایران بکنه، چرا اینطور به این مسئله به طور گسترده پرداخته؟ دلیل اول ضعف عمومی رژیم. واقعیتش اینه که رژیم الان در بحران‌های لاعلاجی قرار داره و به طوری که قدرت تحمل حتی یک جلسه ای که راجع به مسئله حقوق بشر توی ایران توی هزاران کیلومتر دورتر از ایران بشه رو نداره. چرا؟ چون این پاشنه آشیل رژیمه، میدونه که رژیم شکننده است، ضعیفه و همین دلیل شدیداً از گسترش این مسئله وحشت داره. ولی یک دلیل دومی هم وجود داره که اینجا اتفاقی که افتاده در واقع مسئله نقض حقوق بشر تا وقتی که به طور مجرد و در یک خلا صورت میگیره خیلی برای رژیم مسئله ساز نیست، به طوری که حتی شما میدونید لابی های رژیم در خارج برای اینکه برای خودشون مشروعیتی کسب کنن بعضن حتی به عنوان بخشی از خط وزارت اطلاعات انتقاداتی هم به نقض حقوق بشر تو ایران میکنن. ولی اینجا موضوع نقض حقوق بشر با مقاومت ایران روی هم افتاده. در واقع سخنگوی واقعی زندانیان سیاسی، سخنگوی 120 تا شهید، رئیس جمهور برگزیده مقاومت دعوت شده که در این مورد صحبت بکنه. قبل از همه رژیم آخوندی پیام این مسئله رو میگیره، چون وحشت رژیم همیشه از همین مسئله است. تو اون جنایاتش، اون چیزی که داره تو ایران اتفاق میفته با مقاومت روی هم بیفته. به همین دلیل هم شما ملاحظه میکنید که به طور واقعی اگر به مطالبی که این چند روز گذشته در نشریات سپاه پاسداران و بقیه سایت های وزارت اطلاعات اومده دقت بکنید، بیشتر به یک هزیانگویی شبیه تا حرف های مشخص، در حالی که لابی هاشون تو خارج تلاش میکردن بگن که نمیدونم احمد شهید به خاطر اینکه این برنامه گذشته شده بود توی جلسه‌شو به هم زد که کاملا دروغ بود، ولی در داخل ایران همه جا صحبت میکنن که خانم رجایی و احمد شهید در این برنامه شرکت کردن. یا اگر شما به نوشته این مجله جوان احتمال سپاه دقت بکنید اصلا مشخص نیست که سخنگوی کمیته امنیت ملی و خارجی مجلس آخوندی چی داره میگه. صحبت از این میکنه که گویا خانم رجوی در سخنرانی که وزیر خارجه کانادا انجام داده در اونجا حضور داشته. یعنی واقعا همین صحبت‌های متشتت، همین صحبت‌های متناقض دقیقاً بیانگر وضعیت به غایت متشتت رژیم در سطوح بالاشه. یعنی این خودش نمایی از جنگ و دعوایی که الان در درون رژیم وجود داره و وحشتی که از گسترش و شناخته شدگی مقاومت در سطح بین المللی داره. بله.
بسیار تشکر میکنم از شما. خیلی ممنون آقای هاشمی. یک سوال یکی از دوستان بیننده اون از تهران مطرح کردن. من باشین لطفا. اجازه میخوام آقای هاشمی این سوال این دوستمون رو مطرح بکنم، در جریان شما قرار بگیرید و اگر توضیحی دارید بفرمایید. دوستمون سجاد از تهران از طریق فیسبوک یک سوالی رو مطرح کردن، نوشتن تا آنجا که من در خبرها دنبال میکنم گویا ریل فشارهای غرب و طرفهای مذاکره کننده با ابتکار مقاومت از هسته‌ای به سمت حقوق بشر و تسلیحات رژیم در حال تغییر مسیر است. سوال من از مهمان عزیزتان که هنوز نمیدونم کدامین بزرگوار است، که امیدوارم دوستمون الان در جریان قرار گرفته باشن، آقای فرزین هاشمی مهمان این قسمت از برنامه هستن، نوشتن سوال من این است که آیا این تلاش هایی که مقاومت در این سالها کرده از افشای هسته‌ای و خونهای بیشمار فدا شده، آیا ممکن است طرفهای غربی از این زحمات استفاده کنند و نتایج آن را به نفع خود برگردانند؟ یعنی فقط امتیازات مطلوب خود را مطالبه کنند و مجاهدین را هم وجه المصالحه قرار دهند؟ آیا این شق از حالات ممکن مد نظر قرار گرفته و تعیین تکلیف شده؟ بعد خودشون نوشتن که قطعا شده، چون اینها نشان دادن که حتی به قرارهای کتبی حفاظت از اشرف و بقیه قرارهای خود هم پایبند نیستن، چه برسد به حقوق بشر. و من از این بابت فقط نگرانی دارم. ممنون از شما سجاد از تهران. خواهش می‌کنم آیه هاشمی اگر نکاتی و توضیحی دارین به در ارتباط با سوال دوستمون سجاد از تهران بفرمایید. من خیلی خلاصه خدمتون بگم، نگرانی ایشون از یک بابت درسته، خیلی طبیعیه که قدرت‌های بزرگ در پی منافع خودشون هستن و همونطوری که دوستمون از تهران هم گفتن در این سالها هم نشون دادن که به هیچ عهد و قولی پایبند نیستن، ولی این یک طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه یک واقعیتیه که مردم ایران الان برخوردار از یک مقاومتی هستن که تونسته چه در صحنه داخلی رژیم را به طور استراتژیک شکست بده و چه در صحنه بین المللی خودش را به عنوان آلترناتیو دموکراتیک رژیم آخوندی تثبیت کنه و این به رسمیت شناخته شدگی مانع از آن خواهد شد که قدرت‌های بزرگ هم بتونن با رژیم خمینی با رژیم آخوندی کنار بیان و بخوان سر این مقاومت یا ملت ایران رو ببرن. یک نکته دیگه هم خیلی قابل توجهه که یک واقعیت غیر قابل کتمان وضعیت بقایت شکننده رژیم در شرایط کنونیه، یعنی مجموعه این عوامل و قبل از هر چیز مقاومت مردم ایران، حمایت گسترده این مقاومت اجازه نخواهد داد که آخوندها و اونهایی که یا قدرتهایی که فقط در پی منافع خودشون هستن به آرزوهاشون برسن. بله بسیار تشکر میکنیم، امیدواریم که سجاد بتونه پاسخ شما رو بشنوه. با تشکر از همراهیتون در این قسمت از برنامه. خیلی متشکرم. دوستان عزیز برنامه رو ادامه میدیم. صحبت های آقای فرزین هاشمی از اعضای کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت رو شنیدیم پیرامون واکنش های رژیم، پیرامون سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت و برگزاری هفته حسابرسی از دیکتاتوری آخوندی بر سر حقوق بشر. نگرانی های فزاینده رژیم خیلی جالب بود، در این صفحه‌ای که در روزنامه جوان ارگان سپاه بود حتی این مطلب بسیار بزرگتر و برجسته‌تر از اظهارات ولی فقیهشون درج شده بود و در واقع بله همکاران هم میگن قسمتی از این برنامه کانادا آماده پخش دارم، میتونیم با هم ببینیم درسته؟ اگر که آماده پخش داریم بله با تشکر. از استماع در زیر کمیته حقوق بشر بین المللی پارلمان کانادا که الان دقایقی پیش موضوع بحث و گفتگومون با آقای فرزین هاشمی بود. خب الان
آقای مجتبی قطبی رو هم همراه خودمون داریم، از سوئد به ما وصل هستن و در این بحث و گفتگو از این لحظه میتونیم ایشون رو همراه خودمون داشته باشیم. آقای قطبی سلام میکنم خدمتون، خیلی خیلی خوش آمدید. آقای مجتبی قطبی اگر که صدای من رو میشنوید، من ضمن سلام موضوع به شما خوش آمد میگم. نمیدونم آقای قطبی صدای من رو میشنون؟ آیا صدای من رو میشنوید شما؟ الو؟ بله ما صدای شما رو میشنویم، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام عرض کردم خدمت شما، خدمت مهمونان عزیزتون و همه بینندگان. من فکر میکنم بفرمایید شما ادامه بدید. من فکر میکنم توضیحات بعد فرزین کاملا در مورد وضعیت رژیم بسیار روشنگر بود، اما هر که به هر حال زبان خاص خودش رو داره، من هم میخوام یه توضیح کوتاهی در این مورد بدم. بحث لحظه‌ای یا زمان کوتاه مدتی که الان اتفاق افتاده نیست. ما فکر میکنم بعد یه مقداری برگردیم و عقب ببینیم که چرا امروز رژیم به این وضعیت افتاده. چون خیلی راحت بگم ایران به وضوح در آستانه یک تغییر یا به عبارتی در آستانه یک انفجار اجتماعی قرار گرفته. ما صحبت از کهکشان میکنیم این روزا 27 جوان. اگه از زبان روزمره‌ای که من خودم استفاده میکنم بگم که مسئله کهکشان از کجا شروع شد، به نوعی کلمه‌ای داریم به اسم بیگ بنگ یا انفجار بزرگ که در واقع نطفه کهکشان یا آسمان و تمام پیدایش رو گذاشت. من فکر میکنم اگر در مورد مسائل سیاسی ایران بخوام یه مقداری به عقب برگردیم، فکر میکنم نطفه این کهکشانی که ما الان ازش صحبت میکنیم در 30 خرداد 1360 گذاشته شد و البته که در مسیر تکاملی خودش هم از صدهایی مثل حمله مماشاتگران به مقر خانم رجوی در سال 2003 در 29 جوان سال 2003 ادامه پیدا کرد و همچنین دیدید که مماشاتگران تمام مسیر مماشات رو با رژیم رفتن و سعی کردن که مقاومت رو به نوعی از سر راه خودشون بردارن. این با مسئله خاتمی شروع شد، چیز تازه نیست، الان هم با روحانی ادامه پیدا میکنه و ما میبینیم همچنان که نیروهای مقاوم و سرنگونی طلب در صدر همه اونها شروع میبینه مقاومت و قهرمانان اشرف و لیبرتی همچنان هستند و خواهند بود. بنابراین اگر مسئله مماشات برای غرب یا جامعه جهانی نتیجه داشت، حتما امروز مقاومت هم وجود نداشت. بنابراین من فکر میکنم این رژیم جمهوری اسلامی یا رژیم پوسیده بازمانده از خمینی این اساس حکومت خودش رو بر دو پایه سرکوب داخلی و صدور تروریسم خارجی گذاشته. بنابراین اینها به هم گره خورده، یا به عبارتی جمهوری اسلامی سرنوشت خودش رو با این دو موضوع گره زده. بنابراین نه مسئله اتمی به طور جداگانه میتونه بررسی بشه و نه مسئله حقوق بشر. اما اونچنون که بعد فرزین هم به این موضوع اشاره کردم، اطلاع مقاومت امروز در سطح جهانی به قول معروف نقطه روشن رو خودش رو در استماع پارلمان کانادا و خانم مریم رجوی در مورد حقوق بشر داشت. من تا جایی که یادمه سن و سالی ازم گذشته، سالهای زیادی برها مسائل سیاسی ایران رو دنبال کردم، همیشه مقاومت ایران چه قبل از اینکه به شورای ملی مقاومت
تبدیل بشه، یا چه زمانی که خود سازمان مجاهدین خلق به عنوان بزرگترین سازمان اپوزیسیون در ایران فعالیت می‌کنه، همیشه گفته که مسیر آزادی ها یا مسیر تکامل جامعه ما از مسیر آزادی ها می‌گذره، یعنی همون چیزی که ما امروز اصطلاحاً بهش میگیم حقوق بشر. این هم دقیقاً همون نقطه‌ایه که رژیم برعکس عمل کرده و پایه خودش رو گذاشته و تا کنون تونسته به حکومت ننگین خودش ادامه بده. بنابراین من فکر میکنم که کهکشانی که ما امروز داریم ازش صحبت میکنیم یک سفارایی گسترده نیروهای سرنگونی طلب و آزادی خواست، هیچ مربوط به گروه خاصی هم نخواهد بود، اگرچه مقاومت ایران بهای اون رو داده و اگرچه اونها سازماندهی میکنن، من فکر میکنم متعلق به همه نیروهایی هستش که خواهان آزادی فردای ایران. بله خیلی ممنون و متشکریم از شما آقای قطبی، چه خوب توضیح دادید موضوع کهکشان و ضرورت اون رو. ممنونیم از شما که در این برنامه با همراه بودید. خواهش میکنم، خیلی لطف کردین که اجازه دادین به من صحبت کنم، مرسی. خواهش میکنم، درود بر شما. خب دوستان عزیز، تصاویر رو با هم دیگه ببینیم و بعد از اون باز در خدمت شما برنامه ارتباط مستقیم این هفته رو ادامه خواهیم داد. با پوزش از اشکال فنی که پیش آمد و شما لحظات صدای ما رو نداشتید، داشتم میگفتم که با توجه بحثی که کردیم در رابطه با جلسه‌ای که در زیر کمیته حقوق بشر پارلمان کانادا بود و استماع که صورت گرفت صحبت‌های خانم مریم رجوی، ایشون در ابتدای صحبتشون به نقض حقوق بشر به طور خاص در دوران روحانی افزایش اعدام‌ها پرداختن و بعد هم درباره بحرانی که در حال حاضر در لیبرتی هست و اقداماتی که رژیم ایران انجام میده و یک خواسته های مشخصی رو در واقع اونجا عنوان کردن. اول انجام یک تحقیقات مستقل بین‌المللی در مورد جنایتی که در اشرف اتفاق افتاد و قتل عام 52 تن از مجاهدان در اشرف و بعد هم به گروگان گرفتن 7 نفر در سپتامبر 2013. موضوع دومی که مطرح کردن این بود که جامعه بین‌المللی باید حفاظت ساکنان لیبرتی رو تا زمانی که اونجا هستند تضمین کنند. مسئله بعدی فشارهای بی حد و حصر و شرایط بسیار دشواری هست که خانواده‌های مجاهدین و ساکنان لیبرتی در داخل ایران باهاش مواجه هستند. این رو در واقع خواستن که مورد رسیدگی قرار بگیره.
و از به طور مشخص از کانادا خواستن که پیشتاز بشه که این مسئله رو در واقع در مجمع عمومی مطرح کنن، در کمیته سوم مجمع عمومی. موضوع بعدی هم خواستن که کانادا هم نقش داشته باشه در پذیرش در واقع ساکنان لیبرتی و حل و فصل نیازهای اونها، و در آخر هم تشکر کردن از موضع‌گیری هایی که تا کنون دولت کانادا داشته، از جمله همچنان که میدونین قطع روابط سیاسیش با رژیم ایران. خب این مسئله همچنان که در ابتدای برنامه هم صحبت کردیم به شدت با واکنش رژیم مواجه شد، هم خود سخنرانی قبل از سخنرانی در واقع که رژیم همچنان که مهمان برنامه هم گفتن تلاش کردن که مانع از اجرای این برنامه بشن، و بعد هم که بعد از اون من فکر میکنم سجاد که از تهران تماس گرفت و سوال بله. مطرح کرد، چه خوب در صحبتش اشاره کرده بود به علاوه بر جام زهر اتمی، جام زهر حقوق بشر که در واقع خود رژیم به عنوان پاشنه آشیلش اون رو میبینه، اون رو هم الان مطرح. فکر میکنم بیدلیل هم نیست که بر سر این موضوعات این رژیم به این شکل به طور هیستریک در واقع واکنششون میده، چه از آخرین موردش که همین برگزاری یک هفته در پارلمان کانادا بر سر حقوق بشر ایران بود، قبل از اون پارلمان اروپا قطعنامه‌ای که داده بود و به دنبالش سفری که خانم رجوی داشتن و سخنرانی که در پارلمان اروپا کردن که فریاد آخوندها رو به آسمون رسوند. خب اجازه بدین در مورد بحث برنامه‌مون نظرات هموطنانمون رو هم بشنویم. بله. مجید از بلژیک روی خط هستید. سلام میکنم به شما، خواهش میکنم بفرمایید. مجید از بلژیک، اگر که صدای ما رو دارید خواهش میکنم بفرمایید. بله. تماسشون قطع شده؟ قطع شده تماسشون. مجید از بلژیک، آیا شما روی خط هستید؟ بله. امیدوارم که بتونید مجدداً تماس بگیرید. تا زمانی که تماس دوستان رو بتونیم بحث بکنیم، من یک نکته رو می‌خواستم یادآوری بکنم. خب مذاکرات رژیم و کشورهای پنج به علاوه یک بر سر برنامه اتمی رژیم، یکی دیگه از تحولات این هفته بود. بله، یکی از تحولات این هفته بود که تا همین الان هم اظهار نظرها و خلاصه خبرها هول و هوش اون زیاد هست و خیلی گمانه‌زنی و تفسیر و تحلیل حول اون صورت میگیره. یکی از اظهاراتی که گاهن ما باهاش مواجه هستیم بر سر این موضوع، با توجه به اینکه خب چهار دور اینا گفتگو کردن و آخرین دورش که همین چند روز پیش در وین برگزار شد به نتیجه ای هم نرسید، این رو هم عراقچی مذاکره کننده ارشد رژیم و هم طرفهای غربی به صراحت مطرح کردن که نتیجه براشون نداشته، گاهن با این اظهارات مواجه میشیم که گویا که رژیم داره همون ریل و همون مسیری رو تکرار میکنه که سالها قبل از اون زمانی که آخوند روحانی مذاکره کننده رژیم بود با کشورهای اون موقع ترویکا و کشورهای اروپایی، و منجر به این شد که خودش به زبان خودش اومد مطرح کرد که ما یوسف اصفهان رو اندازی کردیم، نمیدونم غنی سازی رو ارتقا دادیم و به این نقطه رسوندیم. گاهن این اظهار نظر هست که نکنه رژیم داره همون مسیر رو اینان پیش میگیره. من یک مقاله ای رو چند روز پیش خوندم، از سیمای آزادی هم پخش شد، مطرحی بود که شهردار رودی جولیانی و فرماندار هواردین در رولکال منتشر کرده بودن، روزنامه رولکال، یک قسمتی از اون فکر میکنم خیلی خوب به بحثمون کمک میکنه، بله، این وضعیت رو ترسیم میکنه. نوشته بودن که کلید فهم اسرار رفتار رژیم ایران تشخیص اینه که ما با یک رژیم بسیار ضعیف شده و بحران زده مواجهیم. این توضیح می‌دهد که چرا ملاقات کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای گروه پنج و علاوه یک با ایران با مادر یک وبلاگ نویس که تا مرگ شکنجه شد، پس از دیدار با رئیس جمهور نظام و رئیس مجلس بسیاری از مقامات ارشد رژیم را خشمگین کرد. رئیس دیوان عالی آخوندها هشدار داد که اگر هیئت‌های نمایندگی غربی جرأت تکرار چنین دیدارهایی را بکنند، قوه قضاییه به طور مستقیم مداخله خواهد کرد و وزارت امور خارجه عواقب آن را تحمل خواهد کرد.
بعد ادامه میدم که چند روز پیش رده های بالای رژیم یک واکنش ریاکارانه به قطعنامه پارلمان اروپا که به شدت به بیتوجهی کامل رژیم ایران به حقوق بشر انتقاد کرده بود نشان دادند. واکنش مشابهی به حمایت نمایندگان پارلمان اروپا از رهبر اپوزیسیون ایران مریم رجوی که در اوائل ماه آوریل از پارلمان اروپا دیدار کرد به وضوح نشان می‌دهد که وضعیت شکننده حکومت آخوندی نمی‌تواند کوچکترین لرزش جامعه بین‌المللی را تحمل کند. و اضافه کردند که خامنه‌ای چند سال پیش به مقامات رژیم هشدار داد که بی‌صبری و استراب جوانان یک بمب ساعتی برای برای رژیم خواهد بود. مطلب ادامه داره ولی فکر می‌کنم در همین چند خط خیلی خوب ترسیم کرده وضعیت رژیم رو، رژیمی که شکننده است، رژیمی که ضعیفه ولی فقیه که اون سلطه و قدرت سلف خودش خمینی رو نداره و در این شرایط چطور به قول غربی‌ها با زانوهای خونین وارد این میز مذاکره شدند شرایط رو کاملا متفاوت می‌کنه با اون چیزی که در سال‌های قبل بود. و علاوه بر اینا باید اضافه بکنیم تحریم‌های نفسگیری که خلاصه علیه رژیم برقرار شده و رژیم رو وادار کرده به اینکه هر طور شده برای برطرف کردن این تحریم‌ها پای مذاکره بیاد برای کنار گذاشتن اون چیزی که رشته حیاتش به نوعی به اون وابسته است. بله، شرایط اینقدر حاد شده که دیگه طرفین به قول شما مجبورن اذعان کنن که به نتیجه نرسیدن، در حالی که در گذشته رژیم تلاش میکرد هر بار بگه دستاوردی داشته و بعد دوباره ادامه خواهند داد و پیشروی خواهند کرد. بله. خب گوش کنیم به تماس‌های هموطنانمون که روی خط هستن. محسن از بلژیک الان گفتن. بله. که روی خط هست. بله محسن، سلام می‌کنم به شما، خواهش می‌کنم بفرمایید. عزیز سلام دارم خدمت شما و خواهران و برادرانمون در زندان لیبرتی و همچنین بینندگان محترم شما. خدمت شما، شاید با توجه به شرایط موجود بعد از کهکشان اشرف و شرایطی که درش هستیم، ما با توجه به وضعیت عصبانی و بیچارگی های رژیم که در شیب سرنگونی قرار گرفته، البته که متناسب با شرایط باید حرکت کرد و من میخواستم یه گزارش کوتاهی بدم از وضعیت به اصطلاح فراخوان‌های خودمون و ارتباط با افراد برای حضور در کهکشان آزادی که در 27 ژوئن در پاریس برگزار میشه. بله بسیار عالیه، بفرمایید. بله، ما خدمت شما شاید که در ستادی که با به اتفاق دوستان تشکیل دادیم این حرکت رو خیلی قوی تر از گذشته شروع کردیم و متناسب زمان و اون چیزی که باید در حد عالی دوستان ما دارن انجام میدن و کلن با توجه به البته خب شرایط موجود که هر کنم خدمت افراد هم در جریان هستن، آدم هایی که باشون در ارتباط میگیریم، ما در جریان هستن و میدونن شرایط رژیم رو و شرایط موجود رو و ما هم بیشتر براشون توضیح میدیم و ترغیب میشن برای حضور بیشتر در این گرده همایی. البته من خودم از زندانیان سال دهه 60 هستم و خب قضیه فشارهایی که به زندانیان سیاسی وارد میشه یا انعکاس خوبی پیدا کرده و مردم و کلن چه ایرانی چه غیر ایرانی در جریان این ظلمهای رژیم و این اعدامهای بیوقفش هستن که برای بقاش دست به اعدام میزنه، دست به حمله و هجوم به زندانیان سیاسی میزنه، دست به حمله به لیبرتی میزنه، تا هجومهای به سلاب آزادی خواه میکنه و اون چیزی که از دستش میاد تو این به قول معروف سالهای آخر عمرش داره انجام میده و ما هم متناسب همین قوی ترین ضربه ها رو میخواییم بهش بزنیم و امسال این کار رو خواهیم کرد. محسن یه سوال دارم ازتون. بفرمایید. خودتون اشاره کردین به
نقض وحشتناک حقوق بشر تو ایران علیه زندانیان، اعدام‌ها علیه لیبرتی و جنایتی در اشرف شد. به نظر شما تو چنین شرایطی برگزاری این گردهمایی چه بازتاب‌هایی میتونه داشته باشه؟ چه تأثیراتی در مسیر این مبارزه میتونه داشته باشه؟ البته که کسایی که در خارج از کشور هستن صدای رسای اون زندانیان یا سیاسی هستن که صدای اونها رو هرچ قوی‌تر و محکم‌تر به گوش دنیا برسونن و تا به حال هم این کار انجام شده و بیشتر از این هم انجام خواهیم داد. بله، بسیار تشکر میکنم محسن، براتون آرزوی موفقیت دارم در فعالیتتون. بفرمایید. بله حتما، بفرمایید. بله، از دوستانمون هستن که میخوان صحبت کنن. بله خوشحال میشیم. اون ستادی که اسم بردی الان اونجا حضور دارن. بله هستن، ولی که مشغول ارتباطات هستن، الان مشغول تماس هستن، مجدد تماس میگیریم ما خدمت. بسیار خوب. ولی محسن حتما از فعالیتاتون و تلاشاتون فیلم بگیرید و برای ما بفرستید که در سیمای آزادی منعکس بکنیم این تلاش های با ارزش و خستگی ناپذیر رو. بسیار خوب، شش درود بر شما. واقعا زنده باشی، خواهش میکنم. خب تماس دیگه ای داریم از اتریش. بله بفرمایید. سلام میکنم به کیومرث، خواهش میکنم بفرمایید. با سلام خدمت خانمهی و بایدنی، خسته نباشید. قربان شما کیومرث عزیز. بخواستم اول همون پیروزی مقاومت رو به همه شما تبریک میگم و خسته نباشید بهتون بگم و بخواستم به روان پاک شهید صدیق خواهرمون رازی کرمانشاهی فرمانده بزرگ خلق در زنجیر ایران هم درود بفرستم. فقط بخواستم یه جواب کوچیک اول در رابطه با ویلفند دادم برادر حمید از اون برادر موساجه. این جردهمایی ویلفند بزرگترین بازتابش اینه که به مردم ما امید میده، به مردمی که در زنجیرن امید میده و همین امیده که رژیم رو به عقب نشینی، به جنایت هایی که میکنه، یعنی همین رو این امیده که وادارش میکنه و این ویلفند برای مردم ما مهمتر از هر چیزی دیگه است. اما میخواستم در رابطه با مسئله هسته که بود میخواستم یه چند تا مسئله رو بگم. ما تو این چند روزی که اینجا بودم ما جلوی همین سازمان ملل آکسیون داشتیم و با دیپلمات ها و با کارکنان اونجا هم برخورد میکردیم و اطلاعیه و اعلامی همون رو بهشون میدادیم، به خصوص سخنان خواهر مریم رو تو مجلس ملی فرانسه که صحبت کرده بود اینو بهشون میدادیم و بچه ها و میشستم و علت اینکه رژیم چرا میخواد به بمب اتم دست پیدا کنه رو توضیح میدادم. فقط میخواستم اولش بگم که این جام زهری رو که الان تو حلقوم رژیمه همه میدونن که اینو مقاومت تو حلقوم شده و تا آخرین قطرش هم باید بخوره، یعنی هیچ راهی به جز این نداره. این که میاد میگه ما به توافق نرسیدیم یا فلان، اینا وقتی کسی که با زانوان خونی میاد سر مذاکره میشینه مسئله توافق نیست، مسئله دلواپسانه، چون رژیم میخواد اینا رو توجیه کنه، چون اگه نتونه اینا رو توجیه کنه به نظر من این سر قیام باز میشه. وقتی سر قیام باز میشه خط قرمز هر دو جناحه نمیتونن به قول معروف اینو بپذیرن. خود عراقچی دیروز همتون هم اطلاع داریم خودش خیلی با صراحت برمیگرده میگه آب سنگی برای رسیدن به مقاصد نظامی آسان‌ترین راه است. وقتی اینو مطرح میکنه یعنی چی؟ خب قلب نمیذاره که تو آب سنگین داشته باشی، اون بهتر از تو میدونه که تو داری به سمت هستی میری، یا چاشنی انفجاری که تو نمیخوای بذاری که قلب ببینه یا بیای مسائلشو مطرح کنی، بخواد اینکه اگه این کارو بکنی تو تحریم وحشتناکتری میری. اینو مقاومت چند سال پیش افشا کرد، همین انفجارات به اصطلاح چاشنی انفجاری افشا کرد و رژیم هم هر بار رد کرد، گفت همچین چیزی نیست. بعد یه چیز کوچیک فقط من نظر خودم البته میخوام بگم، آمریکا و غرب و تمام دنیا اگر با این شدت براشون خط قرمزه تنها مسئله ایران نیست، چون تمام منطقه اون موقع رو سمت هسته‌ای شدن میرن و این برای موجودیت اسرائیل و خود منافع آمریکا خیلی خطرناکه. به خاطر این کوتاه نخواهم اومد، رژیم مجبور بپذیره، فقط داره این کارا رو میکنه که بتونه داخل آروم کنه و هیچ راه دیگه هم نداره.
که دیروز هم که تو سیما داشت پخش میگرد و بعد 15 می نشست تو پارلمان کانادا و خواهر مریم به روشنی نشون داد که جام زهر حقوق بشر هم تو حلقومش میخواد بریزه و اینم خواهد ریخت، چون هر وقت مقاومت هر چیزی رو اراده کرده انجامش داده. من حرفی ندارم، اگه سوالی داری من در خدمتم. خیلی ممنون کیومرث، مرسی که از فعالیت‌های اونجا برامون گفتی در روزهایی که مذاکرات در جریان بود. درود بر شما، خدا نگهدار. خب فکر میکنم فرصت خوبی باشه که بتونیم این بحث اتمی رو در واقع سوالاتمون رو با مهمان برنامه در میون بذاریم. الان هم کیومرث اشاره کرد به روزهایی که این مذاکرات در جریان بود و ما گفتگوی داریم در این قسمت از برنامه‌مون با آقای شاهین قبادی از اعضای کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت. آقای قبادی سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه با ما همراه هستید در این گفتگو. من با احترام خودم از شما تشکر بکنم و سلام دارم خدمت همه هموطنان در هر کجای ایران عزیز و در هر کجای دنیا هستند و سلام و درود دارم به همه خواهران و برادران عزیزم در زندان لیبرتی. آقای قبادی بذارید صحبتمون رو با این سوال شروع کنیم که چه تفاوتی داشت این دور از مذاکرات رژیم با کشورهای پنج به علاوه یک با مذاکرات در دورهای قبلی که کم هم نبوده؟ بله، همونجور که حتما در جریان هستید این دور چهارم این مذاکرات بود که بعد از امضای اون توافقنامه موقت شروع شد. در حقیقت از ماه فوریه این دور جدید مذاکرات شروع شد که این دور چهارمش بود. در سه دور قبلی اساسا گفتگوها حول نحوه پیشرفت مذاکرات و مسائل مشابه بود. این دور قرار بود که طرفین وارد محتوای موضوعات مورد مناقشه بشن و اینگونه مشخصا رژیم به طور خاص و بعضا برخی از طرفدارای استمالت الغا می‌کردن که شروع کار در مورد نوشتن پیشنویس توافقنامه همه جانبه در دستور کار هست و این دور این کار محقق خواهد شد و نوشتن به اصطلاح توافقنامه رو شروع می‌کنه. قبل از این دور مذاکرات هم طرفین به طور خاص رژیم خیلی فضای مثبتی ارائه میداد که خب موانع در حال برطرف شدن هستند. حتی ظریف و عراقچی اینو سرونده بودن که بیش از 50% مسائل حل شده و داریم خوب پیش میریم. قبل از شروع مذاکرات منظورم هست که در این رابطه خالی از لطف نیست که بگم که یکی از نفرات مذاکره کننده اروپایی در به خبرنگاران در یک جلسه توجیهی در بسته قبل از مذاکرات گفت که ظریف با شمردن نقطه ها و کامه ها داره میگه 50%. یعنی بالاخره رژیم خیلی تلاش میکنه که به نوعی این گونه القا بکنه که مسائل خیلی خوب دارن پیش میرن. اما اگر بخوام بگم که فرقش با دور قبل چی بود، این بود که یک مقام ارشد آمریکایی خیلی خوب به وال استریت جورنال روز جمعه گفته بود که کد مذاکرات به نقطه و لحظه سخت رسیدند. یعنی چی؟ یعنی اینجاست که موضوعات بسیار بسیار جدی، موضوعاتی که اصل و کون مناقشه هستند مورد بحث قرار گرفتند و اینجاست که رژیم باید شروع کنه به امتیاز دادن‌های جدی و بنیادی. و در همین راسته است که خب مذاکرات همونجور که میدونید این دور برخلاف آنچه که دورهای قبل با کلی تبلیغات و جسازی‌های رژیم به عنوان یک پیروزی و موفقیت مطرح میشد، همه طرفین گفتن که موفق نبوده. گزارش همه رسانه‌ها از جمله آسترو پرس، رویتر، نیویورک تایمز و غیره این بود که مذاکرات یه وارد محله مشکل شدن، مباحث حول ماده مشخصه و میدونید که حتی در فرم فاصله انقدر زیاد بود که این دور ظریف و خانم اشتون نتونستن تا کنفرانس مطبوعاتی مشترک برگزار کنن و حتی هیچ زمان مشخصی هم برای دور بعدی مذاکرات مشخص نکردن. فقط گفتن که دور بعدی مذاکرات در ماه ژوئن خواهد بود و بعد هم که مشخصا طرف رژیم شروع کردن به طرح مشکلاتی که در رابطه باش روبرو بودن. بله بله. آیا قبادی شما اشاره کردید به اینکه به توافق نرسیدن و خلاصه کشمکش و جدال در واقع بین طرفین همچنان برقرار هست. میخوام بپرسم که دعوا و کشمکش بر سر چی بود این بار که به نتیجه نرسید؟ خب عباس عراقچی یک جا گفته بود که سر 13 مورد اختلاف داشتیم، بعد خوش آمد گفت کی گفته 13 مورد سر همه مسائل اختلاف داشتیم. اما برخی از مهمترین موضوعات مورد اختلاف رو من به صورت میگم. یکی موضوع رابطه آب سنگین عراق که غرب میخواد که اساساً نزاب سنگین با آب سبک تبدیل بشه، ولی رژیم گفته که
اونو به راکتر 10 مگاواتی میخواد کاهش بده. دیروز هم که عراقچی گفت که این از خط سرخ‌های ماست که این رو تغییر نخواهیم داد، آب سنگین عراق رو. یک موضوع دیگه موضوع بازرسی‌های سرزده هست، چیزی به اصطلاح میگن امضای پروتکل الحاقی و عملی شدنش، یعنی که علاوه بر اون پروتکل معمولی که رژیم به اصطلاح به عنوان NPT پروتکل عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای رژیم امضا کرده، میخوان که رژیم پای به اصطلاح امضا و اجرای کردن پروتکل الحاقی هم بیاد و یک مدت زمان مثلا طولانی هم، یعنی بیش از حدود 10 سال هم بر اون عنوان میکنن که باید تحت این نظارت باقی بمونه، که خب این دست بازی خواهد داد به آژانس برای مراجعه به هر چیزی خواست بدون دادن اطلاع قبلی به رژیم و حتی به اصطلاح سایت‌های سلاح‌های متعارف رژیم هم در بر می‌گیره. یک موضوع دیگه موضوع سلاح سانتریفیوژ است که غربی‌ها گویا میگن که چیزی حدود کمتر از 4000 تا باید باشه، یعنی حدودا، در حالی که رژیم میگه که در این زمین حاضر نیست کوتاه بیاد و حتی برای نیازش به 100000 سانتریفیوژ میتونه احتیاج داشته باشه. یک موضوع دیگه ذخیره اورانیوم هست که مشخصاً اورانیوم 5% که کشورهای 5+1 خواهان اینن که اورانیوم 5% UF6ی که رژیم داره بیش از میزانی که اکنون داره نشه و هرچند تولید میکنه مثل اکسید در بیاره، که رژیم باش مخالفه. یک موضوع دیگه موضوع تحقیقات هست، به اصطلاح میگن ریسرچ اند دیولپمنت، که خامنه‌ای شخصا تاکید کرد که هیچ محدودیتی در این زمینه رژیم نباید بپذیره، که مشخصا یکی از موضوعات بحث این رابطه سانتریفیوژ پیشرفته است که 6 کشور طرف حساب رژیم با این کار با این بحث مثلا مخالف هستن. یک موضوع دیگه که الان اخیرا بیشتر مطرح هست موضوع برنامه موشکی رژیم، مشخصا موشک بالستیک که قابلیت حمل کلاک هسته‌ای دارن، که غربی ها مشخصا طرح میکنن که با استناد به قطعنامه 1229 شورای امنیت این موضوع هم با در مذاکرات و توافقنامه گنجونده بشه، چیزی که رژیم به شدت باش مخالف هست. و یک موضوعی که آژانس بیشتر در این رابطه به اصطلاح طرف حساب است اما غربی هم روش تاکید دارن، بحث ابعاد نظامی احتمالی برنامه، البته احتمالی از نظر غربی ها برنامه اتمی رژیم هست، که خواهان به اصطلاح تعیین تکلیف و مشخص شدن این قضیه هستن، که رژیم هم در این رابطه به شدت مقاومت میکنه و به هیچ وجه پای این نمیاد. یک موضوع دیگه هم اگه اجازه بدین من توضیح بدم شاید کمک کننده باشه. همزمان با این مذاکرات رژیم یک مذاکرات موازی هم به نوعی داره با آژانس پیش میبره، چرا که رژیم سالهاست در مورد ابعاد احتمالی برنامه اتمی رژیم که خودشون میگن پاسیبل میلیتری دایمنشن یا PMD بحث داره با رژیم و در گزارشات آژانس مستمر این تکرار میشه که خیلی از موضوعات در این رابطه برای آژانس بی جواب مونده. رژیم در این دور جدید سعی کرده به نوعی مثلا پاسخ بحث سوالات آژانس رو بده. در این رابطه اومدن آژانس 7 سوال به رژیم داده بود که رژیم جواب بده تا ضرب العجل 15 می. رژیم 6 موردش که ماسماله کرد. یک موضوع خیلی جدی موضوع چاشنه انفجاری مفتولیه که به اصطلاح بهش میگن EBW که مثلا رژیم به این جواب داد. آژانس متقابلا به رژیم جواب داد که این پاسخ کافی نیست و گویا 3 موضوع دیگر رو هم آژانس الان مطرح کرده و در همین دوشنبه قرار باز یک تیم ارشد آژانس به تهران بره. یعنی نه تنها با 6 کشور رژیم کارش پیش نرفته، الان با آژانس هم که به اصطلاح سعی کرده به نوعی پاسخ بده نه تنها پاسخ نداده بلکه مستمر موضوع بیشتری از مسائلی که بدون پاسخ قبل مونده الان رو میز میاد و مطرح میشه. بله آقای قبادی، الان همه متفق القولن که مذاکرات پیش نرفته، هم کشورهای عربی میگن هم مقامات رژیم میگن. سوالم اینه شخص خود شما فکر میکنین چرا پیش نمیره؟ خیلی به نظرم مسئله رسیدن به نقاطی که رژیم به طور واقعی باید الزامات آنچه که ازش خواسته میشه رو برآورده بکنه. من مستقل از اینکه خودم چی فکر میکنم فکر کنم حرفای این مقامات غربی خیلی گویاست. رویتر به نقل از یک مقام آمریکایی که با خبرنگارا بعد از مذاکرات به شرط ناشناس بودن صحبت میکرد نوشت، این مقام آمریکایی گفته رژیم باید واقع بینانه تر برخورد کند. خب این حرف را اگر از لفاظی سیاسی و دیپلماتیک خارج کنیم معنیش اینه که
رژیم با جواب واقعی خودش رو در تاجوها بفهمه و واپس به تمرگه، یعنی باید دندقه به جدی بره و به طور جدی از این برنامه حتمش کوتاه بیاد. یه مقام اروپایی دیگه هم گفته بود که ما انتظار انعطاف بیشتری از رژیم داشتیم. باز این حرف رو هم میخوام معنی کنم، یعنی چی؟ یعنی رژیم باید عقب نشینی بیشتر بکنه. یک مقام دیگه آمریکایی به والستریت جداگونه گفته بود که من کد میکنم، کد ایران باید تصمیمات جدی بگیرد. یعنی چی؟ یعنی این که رژیم باید جام زهر رو درست حسابی سر بکشه و پای عوابقش بیاد، یعنی که این بازی جمع میشه و رژیم باید پای لرز این خربوزه خوردن بشینه. در یک کلام، اون چی که به اصطلاح الان رژیم در مقابلش قرار داره تمام علائم داره و این هست که دوران مفتخوری یا تصمیم خوب و ساده به رژیم تموم شده. یه مستمرن گام به گام در این پروسه انتخاب بین بد و بدتر، بد و بدتر، بد و بدتره. این چیزی که خود مقامت بارها میگفت بنبست مرگ، بنبست استراتژیک رژیم، این شروع میکنه به عمل کردن. دیگه هیچ کدوم از این موضوعات رژیم با آسونی نمیتونه حل و فصل بکنه. یعنی میخوام بگم علت این که میگیم پیشنهاد این است که دیگه اون دورانی که فقط بشینیم و بخندیم و گپ بزنیم و عکس بگیریم تموم شد. دیگه از این بعد مدعای مشخص برای یک توافقنامه همه جانبه‌ای که هیچ بخشش قابل قبول نیست مگر اینکه تمامیتش مورد توافق قرار بگیره، یعنی تمام این بسته. بله آیه قوادی، عراق چی مذاکره کننده ارشد رژیم در کنفرانس مطبوعاتی که بعد از این دور از مذاکرات داشت نکاتی رو مطرح کرده بود؟ اجازه بدید قسمتی از این صحبت‌های عراقچی رو ما با هم دیگه ببینیم بشنویم، بعد بر این اساس من سوالی رو خدمت شما مطرح خواهم کرد. نظرها کماکان بعضن انقدر گسترده بود که به ما اجازه نداد که شروع کنیم به نوشتن متن. امیدوار هستیم جلسه بعدی این امکان رو برای ما فراهم بکنه، ولی تا وقتی که در هر موضوعی به یک دیدگاه واحد نرسیم طبعا نگارش متن مقدوم نخواهد. روند مذاکرات سازنده هست، خوب هست، ولی به نتیجه مشخصی نرسیده. مذاکرات کاملا جدیه و ما هم جریان داره و ادامه پیدا خواهد کرد، ولی خب هیچ پیشرفتی درش صورت نگرفته. این معنیش این نیست که مذاکرات در یک فضای منفی قرار داره الان. این معنیش این نیست که مذاکرات به شکست انجام میده. نه، پیشرفتی نداشته. هنوز ما موفق نشدیم که حالا بشینیم روی کاغذ بنویسیم که 1, 2, 3, 4 میخوایم چی کار بکنیم. هنوز 6 ماه دیگه وقت داریم که مذاکره بکنیم. البته همه تقریبا معتقدن که تا پایان 30 تیر فرصت فراهمتر هست برای رسیدن به توافق و بعد از اون ممکنه تحولاتی در آمریکا، در اروپا، در جای دیگه صورت بگیره که کار رو سخت‌تر بکنه. خب آقای قوادی، منظور عراقچی از این که میگه ممکنه که خلاصه تحولات در آمریکا و اروپا تحولاتی صورت بگیره که کار رو سخت‌تر بکنه، منظور شیعه های میخواد به اصطلاح باند رقیب رو بترسونه یا نه چیز دیگه ای مد نظر هست؟ خب چه بسه میخواد باند رقیب رو بترسونه، یه بسه دیگه هم بالاخره همونجوری که میدونین در ماهای آتی تغییراتی در ساختار دستگاه سیاسی اروپا خواهد بود. خانم اشتون دورش تموم میشه در آمریکا هم که در نوامبر با انتخابات میان دوری روبرو هستیم که خب ممکنه ساختار مشخصا کنگره و سنای آمریکا رو تغییر بده و خب این پارامترهایی است که رژیم نمیتونه در مذاکرات در نظر نداشته باشه، یعنی میخواد بگه که صحنه سیاسی چه ثابتی نیست. اما اگه شما به جوهر حرف اون توجه بکنید داره به زبان بیزبانی که گیر کردیم، میگه که هیچ پیشرفتی درش صورت نگرفته. این حرف ها با حرف های 2 هفته سخت قبل خود همین عباس عراقچی متفاوته. قبل از این مذاکرات خودش و تخت روانچی یه نفر دیگر هم که مذاکره کننده که با ظریف 3 نفر اسیر رو تشکیل میدن در مصاحبه با گاردین گفتن که داریم پیش میریم، اما یک نیروهای اخلالگری هم در دو طرف هستن که میخوان خراب کنن، اما داریم خوب پیش میریم. اما الان چی میگه؟ میگه پیشرفت صورت نگرفته و ابراز نگرانی. یعنی این که در یک کلام داره میگه که از این نقطه بعد هیچ راه ساده‌ای برای ما متصور نیست، وقتم داره تموم میشه و باید تصمیم سخت رو بگیریم. خود این حال برای اینکه
کش از تک و تا بلندازه میگه مذاکرات شکست نخورده. حالا همین فردی میگه هنوز موفق نشدیم رو کاغذ بشیم یک دو سه چهار بنویسیم، قبل از مذاکرات شروع همین دور میگفت که دیگه در دستور کارمون هست که نوشتن توافقنامه رو شروع کنیم. یعنی میخوام بگم واقعیت ها دارن خودشون رو تحمیل میکنن دیگه. اون دورانی که با لفاظی و شعار دادن و با ژست بشه مسئله رو حل کرد گذشته، الان رو موضوعات خیلی خیلی جدی که من تازه برخیش رو در گفتگو ذکر کردم مطرح هست. بله بسیار تشکر میکنم آقای قبادی از اینکه در این قسمت از برنامه. من یه نکته بگم. بله بله بفرمایید. با تشکر. فکر کنم توجه به این نکته هم کمک کننده است که اون نکته که رژیم الان بهش رسیده اصلا و مطلقا یک روند خود به خودی نبوده. این داستان جام زهر اتمی و این تمام کش و قوس ها و مسائلی که در این موضوع پیش آمده و مشخصا به طور خاص در 12 سال گذشته موضوعی بوده که مقاومت گردن رژیم انداخته و این حلقه رو تنگتر تنگتر کرده. این جام زهر بوده که دقیقا مثل اون جام زهر جنگ ضد میهنی رژیم با عراق مقاومت و حلقوم رژیم فرو کرده. حالا هر بارم که رژیم و از نابش خواستن به رژیم راه خلاصی پیدا کنن باز مقاومت ایستاده این حلقه رو تنگتر کرده. حالا رسیدیم به این نقطه خوش هم میگه دیگه تا سیتی خیلی با تنگ تکلیف بشه وقت داره از دست میره و فرصتی نیست و ممکنه این شرط از دست بره اینها. برای همین به نظرم امسال این کهکشان و این گردنمایی از این مقامات هم خیلی در موقع بسیار بسیار مناسبی هست. در صفت قبل از این به اصطلاح ضرب العجل در این گره بسیار حساس در حقیقت این مانیفست ایرانیانی که میان که بگن جواب معادله ایران تغییر رژیم به دست مردم و سرنگونی و مقاومته. همونه که سرما و گرما نشناختن، پای اشرف قهرمان بر حق مردم ایران پا کوبیدن، اصرار کردن، خسته کردن، خسته نشدن. حالا به نظر اون چی که ما میبینیم و این وضعیت نتیجه کارکرد مقاومت و حامیانش هست و من از یه لحاظ واقعا احساس میکنم که امسال این کهکشان تجلی دیگری از همین خواست و همین اراده رو خواهیم دید که خیلیم از قضا در یک نقطه خیلی حساسی یعنی درست هفته قبل از این ضرب العجل که خود رژیم ها میگن برامون خیلی مهمه اتفاق میفته. فکر کردم این نقطه شاید خیلی مناسب باشه که از یاد نبریم که رژیم چگونه به این نقطه رسید و چه عواملی باعث شدن رژیم به این نقطه رسید و اصلا و اصلا هیچ کدوم از اینا خود به خودی نیست و نبوده. بله دقیقا خیلی ممنون از توضیح شما. ما هم در واقع در همین ایام حساس که بهش اشاره کردین به بحث نشستیم درباره در واقع گرد همایی بزرگی که ایرانیان قرار هست که برگزار کنند در 27 ژوئن. با تشکر از شما آقای قبادی. بله خب ادامه میدیم برنامه رو با شنیدن صحبت‌های دوستان و هموطنانی که با ما در ارتباط هستند. نوبت رو میدیم به هموطنمون سعید از فرانسه. سلام میکنم به شما، خواهش میکنم بفرمایید نظرتون رو میخوایم بپرسیم در مورد گرد همایی بزرگ مقاومت در ویل پنت پاریس. شما چی فکر میکنید و اوضاع و شرایط رو چطور میبینید؟ سعید از فرانسه آیا شما هستید روی خط؟ خب تا تماس سعید وصل بشه نوبت رو بدیم به هموطنمون ملیحه از آلمان. سلام میکنم به شما، خواهش میکنم بفرمایید. الو با سلام خدمت شما. من از آلمان تماس میگیرم. ابتدا از خدمتتون پیام برای حضور در گرد همایی بزرگ و با شکوه مقاومت در ویلپن رو همه دوستانی که تماس میگیرن میدن و به درستی برای حضور در اون تاکید میکنن که چقدر مهمه و باید تک تک ما در اون فعالانه شرکت کنیم. اما من خواستم از این فرصت استفاده کنم و به نمایندگی از انجمن زنان علیه تبعیض جنسی آلمان برمن در گذشت خواهر مجاهد و مبارزمون رازی کرمانشاهی رو به آقا و خانم رجوی، به رزمندگان آلبانی و لیبرتی و به خصوص به فرزند مجاهد او، به اعضا و هواداران شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین خانواده و بستگان اون مجاهد از صمیم قلب تسلیت بگم. در همین جا یادآوری میکنم که
حضور و وجود این مجاهد پاکباز در چهره مصمم و فداکار همه همرزمان او همیشه زنده و جاویده و یاد او با رشادت ها و فدا و پاکبازی تمامی خواهران و برادران مجاهدش همواره گرامی داشته میشه. سلام به روزی که زاده شد، به روزی که به مبارزه با دیکتاتوری قدم به میدان مبارزه نهاد و به روزی که برای رهایی خلق در زنجیرش جاودانه شد. مؤید و پیروز باشید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. بسیار سپاسگزاری منی هست شما و چقدر خوب شد که یاد کردید از راضیه. بفرمایید سعید، ارتباطش برقرار هست، میتونید ادامه بدین صحبتتون. بله سعید، سلام میکنم خدمت شما، خواهش میکنم بفرمایید، میخواستیم نظر شما رو هم در مورد الو. سلام علیکم. سلام بر شما، بفرمایید. مرسی. با سلام خدمت شما و امید و خواهر بهرودی. سلام بر شما. و ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت خواهر مجاهد راضیه کرمانشاهی، بحث ضرورتی که مطرح شد در رابطه با وضعیت رژیم و موقعیت مقاومت و این کهکشان ویلپند که در پیش داریم، من چند لحظه میخواستم وقتتون رو بگیرم. نکتم این بود که خب تو این صفحه سیاسی که در این سالها اگه خاورمیانه و ایران رو نگاهی بهش بندازیم، همه چیز و همه چیز داره نشون از یک انفجار بزرگ در تقدیر خبر میده. این صفحه سیاسی هم در ایران با دو نیرو، دو خصم آشتی ناپذیر رقم خورده و میخوره. یکیش رژیم ارتجایی ولایت فقیه، دو هم مقاومت ملی میهنیمون. و زد و خورد این دو نیرو تو این 5-6 سال همیشه آرایش سیاسی کشور رو، این کشور رو تعیین کرده. به هر حال طی این زد و خورد، خب در این سمتش همیشه با کهکشانی از شهدا و اسرا و شکنجه و خون و فدا راه به جلو باز نموده و این جنگ ثانیه به ثانیه و لحظه به لحظه و بی امان ادامه داشته تا الان. من یه جمله از برادر مسعود که عنوان کرده که این فاکت رو من بگم، میگه که همه چیز در بیرون و پیرامون ما از تغییر دوران خبر میده. آثار مادی و عینی مرحله سرنگونی رژیم از جمله باطلاق اتمیش، باطلاق سوریه و عراق گیر کرده و در برابر این مقاومت رژیم میگه چیه، سرشو به سنگ میکوبه و آب در هاون و دیگه روزگار مفخوری هم سپری شده براش. نتیجه این که خب ما جنگی که در لیبرتی داریم این نبرد سرنگونیه. این مقاومت از اون تجربه شاه و انقلاب سلطنتی که خب آلترناتیوی نبود که آماده باشه و خمینی این دزد بزرگ زد و برد، اما حالا این جایگزین پولادین با یک برنامه و حمایت مردمی و بین المللی گسترده در سطح جهان هم از همه احزاب و دستجات برخورداره و در این شرایطی که رژیم در این بنبست ناگزیر و ناگریز قرار داره و البته به نظر و این شرایط هم به هر حال هیچ کس بجز مقاومت و در رأسش خواهر مریم و برادر و اشرفی ها و اشرف نشون ها این تنابو به گردنش انداختن، در حالی که رژیم هر روز داره با اعداما، با سرکوب زندانیا، به قول خودش به کجا رسیده؟ به دلواپسی و دلواپسان، دلواپس سرنگونی. از اون ور مقاومت به اوج اعتلای خودش در سطح بین المللی. خب این جنگ و نبرد در حال نبرد سیاسی به نظر من کاکلش توی این گرده همایی خودشو نشون میده، گرده همایی بزرگی که در پیش رو داریم. من اینجا از همه ایرانیان آزاده در خارج کشور و حتی اونایی که از داخل میتونن به این گرده همایی بیان، میخوام که با حضورشون در روز 27 ژوئن جمعه در ویلپند پاریس که برگزار میشه
به این گرد همایی بپیوندن تا صدای مردم در بندمون باشیم. و البته این دلواپسی رو برای رژیم با سرنگونیش این پلیدترین پلیدان واقعا پلیدترین پلیدان روی زمین به گور بسپاریمشون. با شعار همه برای آزادی هزار اشرف میسازیم. و من اینم از طرف انجمن پرندگان سیاسی ایران خواستم خدمتتون بگم که ما چند تقریبا نزدیک دو ماهه که استارت زدیم این فراخوان رو و با دوستانمون مشغول فراخوان هم ایرانی ها و هم دوستان مقاومت که اینجا میان داریم تلاش میکنیم که انشالله هرچی با شکوه‌تر برگزار بشه. برحال از خدمتتون مرخص میشم اگر سوالی ندارین. انشالله. خیلی ممنونیم سعید عزیز از توضیحات مؤثری که دادید. حتما که هموطنانمون فراخوان شما و دعوت شما رو شنیدن. برای شما گفتید که از دو ماه پیش شروع به فعالیت کردید. آرزوی هرچه موفقیت هرچه بیشتر برای شما و بقیه دوستان داریم. الان سعید اشاره کرد به فعالیت هاشون. قبل از سعید محسن از بلژیک هم گفته بود که اونجا ستادی تشکیل دادن و مشغول فعالیت هستن. جا داره که از این دوستان درخواست بکنیم که گزارشات مربوط به این فعالیت‌ها به خصوص عکس و فیلم این فعالیت‌ها رو برای سیمای آزادی بفرستن تا در روزهایی که در پیش داریم تا زمان برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت این صحنه‌ها رو که صحنه‌هایی به یاد ماندنی از این مقطع از تاریخی این مقاومت هست گوشه‌ای از اون رو در واقع تک تک شما دارید می‌سازید اون رو به اطلاع دوستان و هموطنانی که خلاصه از سیمای آزادی خبرها رو دنبال میکنن برسونیم. من بله. درخواستم رو یک بار دیگه تکرار کردم اینجا. بله. بعد از آلمان و فرانسه و بلژیک بشنویم خبرهایی رو از ایتالیا. آقای بهزاد بهره‌بر روی خط هستن. سلام میکنم به شما. من قبل از اینکه راجع به این فراخوان و این گردهمایی بزرگ صحبت کنم خواستم سلامی خدمت شیرزنان و رادمردان لیبرتی، زندان لیبرتی بگم که واقعا درود فرستاد به تک تک آنها. با این پایداری که در این سالها از خودشون نشون دادن واقعا ارد ملی ها در تک تک وجود تمام ایرانی ها به نظر من خیلی خیلی بالا بردن. واقعا باید در مقابل این پایداری این استواری من شخصا به نوبه خودم سر تعظیم فرو میرم. در رابطه با گردهمایی امسال، البته من داشتم دنبال میکردم از سیمای آزادی، دیدم که آقای قبادی خیلی خیلی به صورت ریز تمام نقاط رو گفتن که فکر بکنم بعد از ایشون جایی گفتنی دیگه ای نیست در این رابطه، چون ایشون مثل که دست در کار بودن و تمام مسئله از نزدیک دنبال کرده بودن. ولی من در رابطه با اینه که چرا امسال گردهمایی بزرگ در پاریس ویژگی خاصی داره نسبت به سال گذشته، خب تقریبا 10 سال است که ما هر سال میریم و این گردهمایی ها هرچه باشکوه‌تر برگزار میکنیم. ولی امسال به دلایل زیادی هستش که من فکر کنم برنامه خاصی میخواد در این رابطه بذاری که البته الان وقت نیست، ولی من به دو موردش رو بسنده میکنم خواستم با شما در میان بگذارم. یکی اینه که این سریال 5 به علاوه 1 که از حدودا 2-3 ماه شروع شده و عراقچی هم که گفته بود که تا آخر ماه تیر ماه فرصت دارن، اینه که بعد از 4 دیداری که با هم داشتن بالاخره خود این اومد گفتش که ببین ما تو این دور هم هیچ نتیجه‌ای به دست نیاوردیم، یعنی عملا به شکست این دور از با 3 دور قبل سهه گذاشت و گفتش که ببین ما تو این تمام مرابطه‌ای که داشتیم هیچ نتیجه به دست نیاوردیم. و این حرفی بود که از اول 30 سال پیش که رهبر مقاومت گفته بود که هیچ موقعی عقلی کبوتر نخواهد زایید. 30 سال پیش گفته بودن که ببین این رژیم قابل استحاله نیست، این رژیم چیزی از سوش در نمیاد. اگر قراره آزادی و یک امنیت ملی نه فقط در منطقه در کل جهان به وجود بیاد باید این رژیم بره. این حتی که مقاومت 30 سال گذشته گفته رهبریش با یک پیشبینی خیلی شناخت صحیح از این رژیم همیشه گفت این حرفو که این رژیم رهبری باید باشه. در غیر صورت هیچ موقع جهان با روی خودش صلح نخواهد دید، مخصوصا در منطقه. الان میبینید که در سوریه در عراق چیکار داره میکنه. و من فکر میکنم اهمیت امسال یکیش به این دلیله، دلیل دومش شاید ربطی به بحث امشب نداشته باشه ولی من فکر کنم در تمام کشورهای دموکراسی که ما الان در اون داریم زندگی می‌کنیم از جمله ایتالیا همیشه قبل از هر انتخابی
یا هر اتفاقی که میفته یک سری آژانسی هستن که یک سری نظرسنجی میکنن که بعد قبل از اینکه این انتخابات شروع بشه میان نظر خودشون رو اختلافات کمی هم هست در نتیجه این نظرسنجی ها. ولی در رابطه با حذف یارانایی که در ایران بود، خب رژیم از یک طرف در دعوای درون خودشون اومده بودن که خلاصه یک جوری به هم ثابت بکنن و این یارانا رو حذف بکنن. بعد مثال دارم میزنم به خاطر اینکه یک مقدار روشن‌تر بشه که ما دنبال چی هستیم. مقاومت ایران در حذف یارانه ها، روحانی آمد گفتش که من فکر میکنم که مردم حرف ما قبول میکنن و خلاصه نمیگیرن این یارانه ها رو. ولی دیدیم طبق آماری که خودشون دادن 98% از مردم ایران هم به خاطر فرق، البته پول زیادی هم نبود، ولی اینقدر فرق به مردم فشار آورده که همون شندرواز هم که اینا میخواستن بدن، مردم 98% گفتن نه ما میگیریم، هم به خاطر عدم اعتماد نسبت به این رژیم. حالا اگر ما اینو به عنوان یک نظرسنجی خاص تلقی بکنیم، میبینیم عملا مردم دست رد به سینه این رژیم دادن. با همین حزب بیارانا در یک کلام در خودشون گفتن که ما این رژیم رو قبول نداریم، به هیچ وجه قبول نداریم. این دست رد زدن به سینه این رژیم در این نظرسنجی به نظر من خیلی خیلی عیان بود. و دیدیم که بعدا توی ورقه‌هاشون کلی در رابطه صحبت کرده بودن که اینا توقع داشتن که مردم ایران باز مثل سالهای گذشته بیان بگن امانی می‌خوایم فدای امام راحلشون، ولی دیدیم عملا اینجور نشد. این دو مورد من فکر کنم نشان دهنده اینه که این رژیم در راستای سرنگونیه. البته آقای بابادی گفتن که این تناب داری که الان گردن رژیم افتاده همونجوری خود به خود نبوده، مماشات کردن که دنبال کار خودشون هستن، بودن هستن و خواهند بود. و یک طرف فقط مقاومت مردم ایران، رهبری زیر سلام اونا تانستن که توی این مورد مخصوصا توی این سالهای اخیر و پایداری بچه ها در لیبرتی تانستن این تناب دار رو به گردن رژیم بندازن که به هر طرف که به چرخه در هر حال سرنگونی نصیبش خواهد شد. من فکر بکنم شرکت کردن در گرد همایی امسال خیلی خیلی حائز اهمیت داره. هم اینی که ما مثل هر سال واقعا فریاد درگر و گرفته شده مردم ایران رو هم به گوش جهانیان میرسونیم، هم اینی که در خود منطقه و در داخل خود ایران بگیم که ببینید مردم ایران این بار بی کسکار نیستن. این انقلاب، این مقاومت هست که داره حتی اول آخر رو نه فقط تو ایران، واقعا الان تو منطقه داره میگه. شما سم کنید مثلا در عراق رژیم داره چیکار میکنه هر روز. مردم ایران پول ندارن به خاطر شندر باز حزب یاران ها نتونستن ازش صرف نظر بکنن، ولی رژیم ایران داره هزینه های بسیار هنگفت و کلانی رو چه در رابطه با جنگ در سوریه، چه در رابطه با عراق در انتخاباتش داره هزینه میکنه به خاطر اینه که بقای خودش رو یه مقدار بیشتر تامین بکنه. من فکر کنم اومدن و شرکت کردن در این گرد همایی بزرگ مثل هر سال که همیشه اشرف نشانه اومدن، این بار خاص خودش رو داره و انشالله که این بارم امسال هم نسبت به سال گذشته هم کیفیتر هم کمیتر بتونیم واقعا فریاد مردم ایران رو که همون آزادیه که برایش 100 سال مبارزه کردن به گوش مردم دنیا، مردم جهان برسونیم. سپاس و تشکر از تک تک شما که واقعا این امکان رو به ما میدید که بتونیم یک درد دلی با هموطنان خودمون و با بینندگان سیمای آزادی داشته باشیم. واقعا خسته نباشید. شما خسته نباشید، خیلی ممنون. حتما با این خیزی که شما همتون در اقصانقات جهان در کشورهای مختلف برداشتید، موفقیت های روزتونی در برگزاری این گرد همایی خواهید داشت. درود بر همه شما. ممنونیم آقای دکتر بهزاد بهره‌ور از توضیحاتی که دادید و فراخوانی که دادید به هموطنان. حتما همونطور که شما هم آرزو کردید، حتما که این گرد همایی با شکوه هرچه بیشتری برگزار خواهد شد. ممنونیم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. قربان شما، خدا نگهدارتون. اجازه این بعد از صحبت‌های آقای بهزاد بهره‌ور، من یک پیام از فیسبوک به دستم رسیده از پویا امیری، این رو بخونم، فکر می‌کنم خیلی بجاست. نوشتن با درود به شما و قهرمانان ایران زمین در زندان لیبرتی و تشکر بیکران از خانم مریم رجوی، صدای ملت ایران در مجامع بین المللی. در شرایطی که حکومت آخوندها با درایت و ایثار مبارزین راه آزادی در تله اتمی گرفتار آمده است و نه راه پس دارد و نه راه پیش، گرد همایی بزرگ مقاومت ایران، نمایش قدرت ملت ایران و به صدا در آمدن ناقوس مرگ رژیم قرون وسطایی ولایت فقیه است. به نظر من در این شرایط حساس
وظیفه ملی و میهنی تمام هم میهنان است که برای باشکوه تر برگزار شدن این گرد همایی وارد صحنه شوند و سرنگونی حکومت آخوندها را به صورت عینی مهر نمایند. بله، بسیار به جا بود. اجازه بدید تصاویر رو با هم ببینیم و بعد برنامه رو با هم ادامه میدیم، البته در دقایق پایانی برنامه هستیم. بله، گوش میکنیم به صحبت های مجید از بلژیک. سلام به شما، خواهش میکنم بفرمایید. با سلام به مجریان محترم سیمای آزادی و با سلام به همه رزمندگان آزادی در لیبرتی و با سلام مخصوص به شیر همیشه بیدار امید خلق ایران مسعود رجوی. در رابطه با برنامه اتمی، رژیم درگل مونده خامنه‌ای به هر دری میزنه که طوری جام زهر رو سر بکشه که تمام نظامش رو از هم نپاشه، اما هیچ راهی غیر از سرنگونی جلو رژیمش نیست. برای پوشاندن ضعف رفتن پای میز مذاکره و جلوگیری از یک قیام سراسری، دست به اعدام‌های بی‌سابقه در زندان‌ها زده و با حمله به بند 350 اوین می‌خواست که از جامعه ایران زهر چش بگیره. میگم که وضعیت جامعه ها رو باید از وضع داخل زندون هاش فهمید. خب روزی نیست که ما خبر مقاومت زندانیان رو از داخل نشنویم، به حدی که تو سالن ملاقات اوین شعار مرگ بر دیکتاتور سر میدن. به لحاظ خارجی هم هر روز برگ داره بر میگرده و کنگره و سنایی تو جهان نمونده که از این مقاومت و پیشتازان شمایت نکرده باشه. اوضای رژیم اونقدر به هم ریخته که حتی مرد سختی که برای خودش تو روزنامه هاش گذاشته بود نیست، هر روز داره زیر پا میذاره و عکس خانم رجوی رو به طور هفتگی تو روزنامه های رژیم میبینیم. حالا ما تو شرایطی وارد برنامه سالانه مقاومت تو پاریس میشیم که به لحاظ بین‌المللی و داخلی مقاومت در بالاترین نقطه خودش قرار داره و وضعیت درونی رژیم اونقدر شکننده است که به گفته خودشون جامعه تو حالت انفجاری قرار گرفته. 80% مردم ایران زیر خط فقر، بیکاری، اعتیاد، فحشا بیداد میکنن. در داخل ایران مردم با اعتراضات روزانه خودشون، با تحمل فقر، زندان، شکنجه، هر روز با این رژیم در حال مبارزه و جنگن. نقش ما تو خارج چیه؟ شرکت در این برنامه و رساندن صدای مردم ایران به جهانیان جنگ ما در خارج کشوره. از همه ایرانی ها با هر عقیده و مرامی که دارن میخوام که با شرکتون برنامه به مسئولیت خودشون در جنگ با این رژیم لبیک بگن. شک نکنید صبح نزدیکه، سرنگونی رژیم بسیار نزدیکه. خیلی متشکر از وقتی که من دادید. موفق باشید. درود بر مجید. چه جمله جالبی گفت، شرکت در ویلپند برای هموطنان در خارج کشور در این مکتب مترادف است با جنگ با رژیم. دقیقاً که همینطور هست. من خواهم بودی اگر اجازه بدید یک پیام دیگری هست در شروع برنامه، زمانی که آقای فرزین هاشمی وصل بودن به ما و سوالات رو مطرح کردیم، سجاد از تهران پیامی رو فرستاد از طریق فیسبوک و سوالی رو مطرح کرده بودم که مطرح کردیم این سوال رو با آقای فرزین هاشمی و ایشون هم پاسخ دادن. سجاد مجدداً یک پیام دیگه فرستاده. در آخرین دقایق برنامه که هستیم من اجازه میدید این پیام رو هم بخونم
نوشتن درود به همه عزیزان، مخصوصا برادر عزیز جناب فرزین هاشمی که جواب را فرمودند. اما در خبرهای این چند ماه اخیر در مورد استرداد مجرمین که اصطلاح مورد استفاده رژیم است، من به آرمان شما ایمان دارم و مطمئن هستم که روزی به حقیقت میپیوندد. اما به قول شیر همیشه بیدار، شیر همیشه بیدار مقاومت که نکات مهم را به سادگی برای دیگران بیان میکنند، باید تمام راههای ممکن را در نظر گرفت، حتی با تثبیت آلترناتیو بودن و نکاتی که فرمودند. من در مورد لیبرتی مخصوصا نگران هستم، نه تمامیت مقاومت، چون اثبات شده که مثل ضربه اپورتونیسی زمان شاه، باز هم شجره طیبه مجاهد میتواند از نو برخیزد. البته نگرانی فکر میکنم که به حق، ولی در شرایط مشخصی که ما امروز قرار داریم، از یک طرف موقعیت مقاومت، از طرف دیگه حضور هموطنانمون اشرف نشانها در صحنه و در صف مقدم اونها، رزمندگان آزادی، اعضای این مقاومت و تلاشی که میکنن و فدایی که در واقع میکنن، همه این بنبست ها رو میشکنه و خلاصه راه رو باز میکنه. از این بابت فکر میکنم نگرانی ها به حق، ولی اون رو بایستی به انرژی و خلاصه مسئولیت پذیری و تعهد صد برابر تبدیل کرد برای پیشبرد همین آرمانی که سجاد گفت بود در همین مسیر. بله، اجازه بدین از فرصت استفاده کنم، از همه شما خواهش کنم، از اونجایی که این ویژه برنامه‌های ارتباط مستقیم به مناسبت گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپند ادامه خواهد داشت، حتما گزارش فعالیتاتون رو برای ما بفرستین. همه شما گفتین که بیش از 2 ماه هست که این کار رو استارت زدید. ما از شما درخواست داریم حتما فیلم، عکس و گفتگو با دست اندرکارانی که دارن کار میکنن رو برای ما بفرستید، تا بتونیم تا این برنامه ها رو به اطلاع همه هموطنانمون برسونیم. برای همتون آرزوی موفقیت داریم. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. همچنان که خانم بهبودی گفتن، منتظر دیدن فیلم تلاش ها و فعالیت های شما هستیم و با این آرزو و با این امید که در برنامه های آینده دست ما رو پر بکنید برای ارائه این فعالیت ها، از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه آینده ارتباط مستقیم. خدا نگهدار. We'll be right back.